تیوی پلاس اولین تلویزیون اینترنتی ایران تقدیم می کند. وقتتون بخیر بینندگان محترم شبکه تیوی پلاس، من از سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران با شما صحبت می‌کنم، از پشت صحنه تمرین کنسرت یه خواننده که این روزا هم میشه اسم پدیده رو روش گذاشت، هم نوید ظهور یه ستاره رو تو عالم موسیقی ایران میده و اینکه آهنگاش هم خیلی پرطرفدار، به ویژه حواسم نیستش که مطمئنم همه جا شنیدین. بابک مافی عزیز، خیلی خوشحالم که با تو صحبت می‌کنم. امیدوارم حال همگی خوب باشه. ببخشید من صدام گرفته، یه مقدار سرماخوردگی دارم ولی خوب مهم نیست. امیدوارم که همگی خوب باشید و به زودی همتون رو از نزدیک ببینم. خیلی شوق و ذوق زیادی دارم برای اون روز و خیلی دوستتون دارم. یه مقدار سرماخوردگی فکر کنم خیلی بیشتر، چون دو ساعت قبل از سر شهر زیر سرم بودی ولی مجبوری که این کارو انجام بدی. خیلی خاصه تمرینت، داستان چه؟ من تا ندیدم تو ایران واسه خواننده ای کنسرت بخواد بذاره یه سالن و هماهنگ کنن و در واقع اینجوری انقدر عظیم تمرین. بله، این دیگه تدبیر جناب آقای خانزاده است که ازش ممنونم واقعا، به خاطر اینکه خب من اولین اجرای لایو هم هستش. این کاری کردن که من با جو سالن صحنه آشنا بشم، که یهو برای دفعه اول نم که یهو شاید برام یکم استرس ها باشه، ولی خب الان در جلسه دوممونه که داریم اینجا تمرین میکنیم واقعا با محیط آشنا هم، فکر میکنم که برای 19 هم خیلی آماده تر باشه. چقدر واقعا استرس داری واسه اولین بار؟ بخوای هم طرفدارات رو ببینی هم واقعا چیز دیگه، واقعا استرس داری دیگه جلو این همه آدم بخوای لایو اجرا کنی؟ فکر میکنم که نمیدونم البته، ولی فکر میکنم اسمش استرس نیست، فکر میکنم بیشتر هیجان خیلی فوق بالایی، یعنی اصلا انقدر بالایی که نمیتونم بگم چقدره، ولی انقدر بالایی که یه شبایی اصلا خوابم نمیبره تا صبح. حق داری، آره واقعا هیجانش بالاست، ولی حالت استرس که بخواد اذیتم بکنه فکر نمیکنم باشه. من اول صحبتون گفتم که این روزا هم میشه اسم پریده رو روش گذاشت، هم ستاره. خودت دوست داری راجبه تو چه اصطلاحی به کار ببرم؟ والا هر دوش دلچسبه، ولی خب فکر میکنم که فرقی نمی کنه، جفتش برام خوشاینده، هم پدیده چیز خیلی جالبی، هم خوب ستاره هم که خب دیگه مشخصه. اغلب خواننده هامون به ویژه جوان ترا که وارد مارکت موسیقی میشن تو اولین کنسرتشون یه سوتی دادن. خب فکر میکنی مثلا ممکنه که تو چه سوتی بدی؟ به چیا فکر میکنی؟ من اصلا معروفم به اینکه شعرها رو یادم میره. اصلا به شدت شعر یادم میره، شعرهایی که خودم گفتم هم یادم میره. ولی امیدوارم که این اتفاق نیفته. خیلی تمرین کردم که نمیدونه اصلا به درد من نمیخوره. ثانیه اول حذف میشه. نه واقعا فکر میکنم اگر هیجانم از یه حدی بیشتر شه، تنها اتفاقی که ممکنه برام بیفته اینه که یه تیکه هایی از شعر یادم بره. اغلب خواننده ها میگن که ما اولین استیجی که رفتیم تقریبا 5 تا 10 دقیقه اول اصلا هیچی تو ذهنمون نبود. خودت به اولین ترکی که میخوای واسه طرفدارات اجرا بکنی فکر کردی؟ فکر کنی ضربان قلبت چند باشه؟ فکر میکنم که واقعیته که من فکر میکنم آهنگ 1 و 2 رو کلن حواسم نباشه. آره این حواسم نیسته که معروفه. فکر میکنم این اتفاق میفته تا بیای آشنا بشی بالاخره به جب. به هر حال این کار سنگینیه دیگه، خیلی، اگر که باید باهاش آداپته بشه آدم. ولی خب اون حواس آدم نبودنم شاید قشنگ باشه، شاید اونم یه احساسی باشه که جالب باشه. مثلا چند سال دیگه که مثلا اجرا تو روی استیج ببینی اولین بار میگی وای مثلا آره فکر کنم خیلی شیرین باشه. والا چیزی که من امشب دیدم این هماهنگی گروه و حس و حال خوبی که بود، من فکر میکنم خیلی ان شاء الله همه چی منسجم و خوب پیش بره. We'll be right back.
خیلی مهمه. بله. دوست داری ردیف اولت کیا بشینن؟ چهرهای شاخص و افرادی که تو زندگی شخصی. شما که قطعا دوست دارم بشینه چون اینقدر خندون و مثبتی قبلش هم به خودت گفتم ردیف اول چون واقعا مهمه. درست میگی، دوست دارم که کسایی رو که میبینم همواره در حال لبخند زدن باشن، انرژی مثبت بگیرم که منم بتونم به بقیه سالم باشم. چهرهایی که واقعا دوستشون داری، هم چه چهرهای معروف چه کسایی که میاد تو زندگی خودت. خانواده‌ام قطعا دوست دارم ببینمشون، دوستای صمیمی رو دوست دارم ببینم، آقای خانزاده رو قطعا دوست دارم ببینم چون موجم بین من ایشون خیلی ارتباط جالب و عاطفی برقراره. دوست دارم وقتی میبینمش انرژی خوب میگیرم. و همه دوستان، هر کسی که افتخار میده اون شب مهمان من. موج هیجان کنسرت بابک مافی تو این ترک فکر میکنم برخلاف خواننده های دیگه که موج هیجانشون تو ترک های ریتمیکه، من موج هیجانم تو آهنگ حواسمیز فکر میکنم. و دوست داری به طرفدارا چی بگی وقتی روی استیج اومدی، وقتی حالت سر جاش اومد و دو سه تا ترک رو افتا کردی؟ دیگه خودم شدم، یعنی آره دیگه وقتی دوست دارم که اول صادقانه بهشون بگم که بدونن که من چقدر انتظار کشیدم برای امروز و بدونن که هر تلاشی یه روزی جواب میده و هیچ چیزی بی ثمر نمیمونه، هیچ تلاش درست تو راه درست هیچ وقت بی نتیجه نمیمونه. میخوام فقط بهشون بگم که بفهمن که من چقدر دوست داشتم این کار رو، که چقدر تحمل رو کردم، چقدر صبر کردم تا این روز رو ببینن. آخرین پست اینستاگرام تو دقیقاً با همین مضمونه که تو میگی که به آرزوم رسیدم و دارم میرسم. از کی آرزو تیم بوده و چند سال واسش صبر کردی؟ چون گفتی که آقا هر تلاشی یه روزی نتیجه میده، میخوام اونایی که ناامید شدن از تو در واقع یه چیزایی یاد بگیرن. من از اون موقعی که آلبوم دهاتی شادمهر عقیلی اومد بیرون، من آلبوم جمع کردم برای خودم. از اون موقع نشد بدم بیرون و چند سال میشه از اون موقع؟ فکر کنم 20 سال میشه. آره. یعنی من در واقع 20 ساله که منتظرم که امروز برسه. 20 سال انتظار. 20 سال کم نیست واقعا. آره خیلی چیز عجیبیه. این روزا بزرگترین دغدغت چیه؟ بزرگترین دغدغم اینه که بعد از 20 سال انتظار بتونم از پس این کار بر بیام، بتونم شکستش بدم. کیا بهت گفتن نمیتونی؟ میخوای به کیا ثابت کنی؟ به خودم. نه من میگم که زندگی آدما هستم، یا آقا تو مثلا این کار به درد تو نمیخوره. واقعا همه بهم میگن به درد تو میخوره، یعنی همه بهم موج مثبت میدن. نه واقعا همه به من میگن که تو اصلا برای خوانندگی اصلا به وجود اومدی. ولی خودم دوست دارم این همه که انتظار کشیدم، حالا که داخلش میشم بتونم سربلند باشم توش. چقدر دشمن داری توی مارکت؟ چون میدونی که بی‌تعارف یکی از پرحاشیه ترین دنیاهای هنری موسیقیه. چیا به گوشت میرسه؟ این که مثلا توی مثلا رستوران ها، توی پاساژ ها، توی ماشین ها مثلا آهنگ تو مثلا خیلی شنیده میشه، به ویژه حواسم نیست. بله. چیا به گوشت میرسه دور اطراف در مورد دشمن؟ آره خب دشمنای من تا اونجا که من در جریانم فکر میکنم خیلی مخفی هن. یعنی همه تو روی همدیگه با هم دوستن و برادرن و داداشن، ولی خب دشمنی اگرم باشه من متوجهش حالا نشدم. شاید به صورت غیر مستقیم دشمنی. چرا 3 4 تا سانس بری؟ بازم درست میاد بیرونه. Thank you.
نداری، چون گفتم بزرگترین دغدغه چیه؟ دغدغه لاغر شدن و رژیم و اینا که نداری. خود تعریف کن واسه اینکه به تناسب اندام برسی. من چقدر... توی اتفاقا کلن من آدم خیلی خوشخوراک و خیلی اهل غذا توی فکر میکنم 10-12 روز گذشته 6-7 کیلو وزن کم کردم. 15 روز گذشته فکر کنم 6-7 کیلو وزن کم. شاید اصلا علت سرماخوردگی من همینه. بدنم خیلی ضعیف شده. آقای خانزاده گیر داده چه آقای خانزاده یه تایم گذاشت که تو این تایم انقدر باید کم شه. خواننده قبلی اکسیر نووین که خیلی سال مثلا با اکسیر نووین کار کرد، آقای خانزاده بابک جهانبخش. بله. و این روزا قراره که تو جای بابک جهانبخش رو پر بکنی تو این کمپانی. اولا اگه اظهار نظری راجع به بابک جهانبخش داری بگو و حست و اون روزای کار کردن با اکسیر نووین. بابک جهانبخش رو به عنوان خواننده احترام قائلم براش، هم خواننده خوبیه هم هنرمنده. من اینکه وارد ارتباطات ایشون با اکسیر نمیخوام بشم، ولی خب حال و هوای من تو اکسیر بسیار حال و هوای خوبیه به لطف آقای خانزاده. ما از قبل از عید که قرارداد امضا کردم با این کمپانی، من یه بار دیگه هم توی یه مصاحبه دیگه گفتم واقعا احساس میکنم که همه کسانی که دور و بر من هستن از طرف کمپانی اکسیر، احساس میکنم همه دارن به من کمک میکنن. فقط یعنی واقعا از همه شون دارم موج خوب میگیرم. احساس میکنم همه جمع شدن تا من به هدفم برسم، یه اتفاق خوب بیفته ایشالا. این شب تو شبکه‌های اجتماعی یه ویدیوی منتشر شد از آقای مهدی یغمایی که گفتن که خواننده‌های نسل جوان طرفدارا و مردم و علاقه‌مندا به موسیقی رو به شکل آبربانک می‌بینن. واقعا اینطوریه؟ شما الان مردم و طرفدارات رو به شکل آبربانک می‌بینی یا نه یه چیز دیگه تو ذهنته؟ دقیقا متوجه نمیشم که به چشم آبربانک می‌بینن معنیش منظور مهدی جون چی بوده، ولی نمیتونه اینطوری باشه. به نظر من هر کسی تو هر ژانری برای اون ژانر باید انرژی بذاره، حتی اگه اون ژانر نظر من ضعیف باشه باید برای اون کار انرژی بذاره، و الا سالن رو نمیتونی پر کنی، مردم نمیان. اینکه یه چیزی سلیقه من نیست نمیشه بگی ایراد داره. کلا سلیقه من نیست دیگه، ولی خب اون کسایی که فکر کنم داشت راجع به ماکان بند صحبت میکرد، بله. اون کسایی که میان کنسرت ماکان بند خب حتما خوششون میاد که میان دیگه، زجر که نمیکشن تو کنسرت، داره بهشون خوش میگذره دیگه، پس دوستش دارن میان دیگه. تا حالا فکر کردی به اینکه یه سری آدم ها یه سری مثلا حالا چهره های روزایی روزشون بوده، روزایی طلاییشون بوده، بعد که رد میشه ازشون شروع میکنن به توپیدن به همه، به ویژه الان که مثلا شبکه های اجتماعی خیلی داغه و اینا و خیلی بولد میشه؟ من فکر میکنم این مشکل کلن اخلاقی ما ایرانی هاست. وقتی که از موفقیتمون میگذره، به جای اینکه دنبال دلیلش باشیم دیگران رو میخوایم مقصر جلوه بدیم، دنبال یه دلیلی از خارج از زندگی خودمون میگیم، در صورتی که به نظر من اون کسایی که رو بورس بودن الان نیستن، علتش کم شدن انرژی خودشونه و کمکاری خودشونه. بروز نشدن. من 15 ساله دارم میخونم. خب آخرین ترک هیتی که داشتم بالا 5 سال پیش بود. خب ولی تو این 5 سال هیچ وقت کسی رو مقصر نمیدونستم. با آقای خانزاده آشنا شدم، انرژی گرفتم، یه آهنگ دیگه تولید کردم به اسم حواسم نیست. دوباره اون اتفاق رو سعی کردم که یه جوری برام بیفته. و اینکه بخوای بگردی ببینی کی مقصره کی مقصر نیست، اون چرا اومده خواننده شده، اون چرا معروف شده، اون چرا بلیتاش میفروشه من نمیفروشم، اینا باعث میشه اون حواسم نیسته دیگه تولید نشه. دقیقاً. مگه میشه آدم 15 سال 20 سال کار بکنه نشه و ناامید نشه؟ خیلی ناامید شدم تو این مسیر، ولی دو تا نکته بود که نمیذاش که کلن ناامیدیم قطعی بشه. اولیش اینه که میدونستم که من تو هیچ کار دیگه به جز این کار موفق نمیشم. یعنی انقدر زمان گذاشتم برای این کار تو زندگیم که دیگه وقتی ندارم اصلا برم تو کار دیگه ای. من میدونستم استعداد من قطعا اینه، و اگه من تو این کار موفق نشم کلن آدم ناموفقی میدونستم تا آخر عمر خودمو، و نمیتونستم اینو بپذیرم. هم آرزون بودی هم عشق تو کرد، رویای تو منو بجور تنها کرد، چشات دنیا به هم نشون میداد،
خاطرت هست مثلا پای استیج کدوم یکی از خواننده ها نشستی و نگاهش کردی و حسرت خوردی و خودتو جای اون میذاشتی و دوست داشتی مثلا اون طرفدارایی که داره واسه تو دست بزنن تشویق کنن؟ من هر کنسرتی که رفتم این احساس بهم دست داد. یعنی از قدیم که آهنگسازی میکردم مثلا برای علی لوراسپی کنسرتش میرفتم، دوست داشتم خودم اونجا بودم. کنسرت هر دوست دیگه‌ای که دعوت شدم این احساسو داشتم. میگفتم من کجای کارم ایراد داشته که الان من اون بالا نیستم. همش دنبال نکته ها بودم دیگه. میگم دنبال این نبودم که چرا الان گروه فلان اومده معروف شده من نیستم. دنبال این بودم که من ایرادم چیه. و ایرادم پیدا کردم. و چقدر خوبه که اینقدر شجاعانه میگه آقا مثلا من هر جا که میرفتم بله. این اتفاق میافتاده. این حواسم نیست تو شدی همه کسم رو تقدیم به کی میکنی تو زندگیت؟ به همسرم. به همسرم. چند سال مزدوج شدی؟ من 7 ساله. 7 ساله؟ نمیخوای مثلا سانس دوم شب اول بیاد خانومه؟ چرا؟ سانس اول رد شه یه ذره استرست بیفته؟ نه دوست دارم هر دو سانس باشه اتفاقا. خب چی راجب؟ مدام باز میشه استرس من کم شه. واقعا راجب چیا حرف میزنیم؟ در مورد آره کنسر... الان که داریم نزدیک میشیم دیگه به استیج تو. خب ایشون همش سعیش اینه که استرس منو یه جوری کنترل کنه، ولی خب موفق نمیشه دیگه، خیلی زیاده استرس. آره خیلی. ولی نه تو من با دیدنش آرامش میگیره. چقدر خوب. دوست دارم هر دو سانس باشه قطعا. از حواسم نیست رو تقدیم میکنی به همسر محترمت. قطعا همیست. خیلی هم عالی. یه اتفاقی هم افتاد، حالا قبل از اینکه راجع به این اتفاق رو صحبت بکنم، الان فکر میکنه که استیج کدومی که خواننده هایی که الان روی صحنه میرن خیلی خوبه؟ فکر میکنم بهنام بانی خیلی خوبه. چند روز پیش کنسرت محسن ابراهیمزاده دعوت بودم، اونم استیجش رو دوست داشتم. خیلی شوخ و پر انرژی و باحال بود به نظرم. بهنام هم قطعا خوبه. محسن یگانه هنوز به نظرم خیلی خوبه با اختلاف. و فرزاد و فرزین به نظرم استیج گردونش خیلی خوبه. میترسم کسی از قلم بندازم. واقعا اینا که نام بردی چهارتاشون، هر چهارتاشون واقعا استیجشون خوبه. آره واقعا خوبه. و کدومشون رو دعوت میکنی که حتما کنسرتتو بیان ببینن؟ یادم رفت. امیرعباس گلاب هم کنسرتش رفتم، خوشم اومد. خیلی آرامشی داشت رو استیج، راحتی داشت که اونو من دوست داشتم، دوست داشتم مثل اون باشم. خیلی هم عالی. کدومشون رو دعوت میکنی رو استیج؟ حتما امیرعباس که خب دوستمه، حتما میاد. آره خیلی دوست دارم بهنام رو دعوت کنم چون اونم از دوستانمه. محسن ابراهیم‌زاده رو حتما دعوت میکنم. محسن یگانه ارتباطی باهاش ندارم ولی دوست دارم تو کنسرتام باشه. ان شاءالله که حتما میاد. و دوست داری با کدومشون فیت بدی یه روز؟ فیت این فیتو از این نظر نمیخوام بگم که صدای کدومشون رو بیشتر دوست دارم، میخوام از این نظر بگم که صدای کدومشون بغل صدای من شده. آره دقیقا. فکر میکنم صدای محسن یگانه کنار من چیز جالبی از خیلی چیز جذابی بشه. سقف آرزوات کجاست بابک؟ سقف آرزوام تو موسیقی یا تو زندگی؟ نه تو موسیقی. اصلا جفتشو بگو به ما. سقف آرزوم اینه که توی این شغل سربلند باشم و اینکه یه روزی بیاد که کامل از این شغل به آرامش برسم. چون این همه واسهش تلاش کردی و جنگیدی. دیروز یه اتفاقی افتاد، الان که ما صحبت میکنیم دیماه 97 یه اتفاقی افتاد که خب خیلی سر و صدا کرد. متاسفانه 10 تا از دانشجوهای ما توی دانشگاه علوم تحقیقات به خاطر یه سانحه تصادف از دست رفتن و فوت شدن. اصولا هنرمندا و چهرهایی که واسه مردم سرشناسن حق دارن که راجع به اتفاقات اجتماعی هم اظهار نظر بکنن. تو راجع به این مسئله صحبت کن و حس تو و اگه صحبتی با خانواده هاشون داری. اولا که خب بی نهایت تسلیت میگم، چون فکر نمی‌کنم چیزی بالاتر از من که بچه ندارم، ولی فکر نمی‌کنم چیزی بالاتر از دست دادن اعضای خانواده درجه یک باشه. به همه تسلیت میگم. امیدوارم که اتفاقی اگه میخواد برای کسی بیفته اینقدر دلیلش ساده نباشه، یعنی اینقدر الکی اتفاق نفته که الکی جون آدم ها از بین نره. واقعا ما هم تأثیر میگیم. یه توضیح بدم، 19 دی ماه
بابک مافی رو استیج میره، بلیطای کنسرت اولش سولد آوت شده و بعدش 24 دی ماهی توی برج میلاد روی استیج میرن و کسایی که دوست دارن آهنگای جذابشو گوش کنن میتونن بلیطاشو تهیه بکنن از اکسیر کنسرت. ما تو آنتراک تمرین بابک با شما صحبت کردیم، بچهای گروهشون منتظرن که بیان کارت دوم تمرین برن. قربون دارم واسه بهترینا رو میخوام میدرخشی مطمئنا قربون دارم پرداز دنیا دل بیچاره مثل شیشه شکست، هر کی رسید راهش رو بست، دل ما بسه عشقی نشد وقتی شکست.